روز برای زندگی، داستان کوتاه ادبی، نویسنده ارفان نظر آهاری. دو روز مانده به پایان جهان، تازه فهمید که هیچ زندگی نکرده است. تقویمش پر شده بود و تنها دو روز ختنه خورده باقی بود. پریشان شد و آشفته و عصبانی نزد خدا رفت تا روزهای بیشتر از خدا بگیرد. داد زد و بد و بیرا گفت، خدا سکوت کرد. چیغ زد و جار و جنجال را انداخت، خدا سکوت کرد. آسمان و زمین را به هم ریخت، خدا سکوت کرد. به پر و پای فرشته و انسان پیچید، خدا سکوت کرد. کفر گفت و سجاده دور انداخت، خدا سکوت کرد. دلش گرفت و گریست و به سجده افتاد. خدا سکوتش را شکست و گفت، عزیزم، اما یک روزی دیگر هم رفت. تمام روز را به بد و بیراه و جار و جنجال از دست دادی. تنها یک روزی دیگر باقی است. بیا و لااقل این یک روز را زندگی کن. لابلای حقیقش گفت، اما با یک روز چی کار میتوان کرد؟ خدا گفت، آن کس که لذت یک روز زیستن را تجربه کند گویی 1000 سال زیسته است، و آن که امروزش را در نمی‌یابد 1000 سال هم به کارش نمی‌آید. آنگاه سهم یک روز زندگی را در دستانش ریخت و گفت، حالا برو و زندگی کن. او مات و مبهوت به زندگی نگاه کرد که در کف دستانش می درخشید. اما می ترسید حرکت کند، می ترسید را برود، می ترسید زندگی از لابلای انگشتانش بریزد. قدر استاد. بعد با خودش گفت، وقت فردای ندارم، نگه داشتن این زندگی چی فایده دارد؟ بگذار این مشت زندگی را مصرف کنم. آن وقت شروع به دویدن کرد. زندگی را به سر و رویش پاشید، زندگی را نوشید و زندگی را بویید. چنان به وجد آمد که دید میتواند تا ته دنیا بدود، میتواند بال بزند، میتواند پا روی خورشید بگذارد، میتواند ترانکار بکند. او در آن یک روز آسمان خراش بنا نکرد، زمین را مالک نشد، مقام را به دست نیاورد. اما در همان یک روز دست بر پوست درخت کشید، روی چمن خوابید، سرش را بالا گرفت و ابرها را دید و با آنهایی که او را نمیشناختند سلام کرد و برای آنها که دوستش نداشتند از ته دل دعا کرد. او در همان یک روز آشتی کرد و خندید و سبک شد، لذت برد و سرشار شد و بخشید، عاشق شد و عبور کرد و تمام شد. او در همان یک روز زندگی کرد. اما فرشته ها در تقویم خدا نوشتند، امروز او درگذشت، کسی که 1000 سال زیسته بود. ممنون که بیننده و شنونده افغانستان شون ولسن. اگر این گونه داستان‌های زیبا و کوتاه را دوست دارید، پس کانال افغانستان مگزین را هم سابسکرایب کنید. ما بهترین داستان‌های آموزنده را برای شما تقدیم می‌کنیم.